در رابطه با توطئه‌ای که امروز صورت گرفت، جواب از این توطئه جواب معقول برشی رفتن با پای صندوق های رد. ما برنامه های خودم، برنامه های انتخاباتی خودم روال عادی شد انشاءالله ادامه دارم. تیمی که فعلا به رقابت می‌پردازد، تیم تحول و تداوم، تیم اصلاحات و همگرایی. شما حداقل 4 معیار را مد نظر خود قرار بدید و بر اساس این معیارها تصمیم بگیرید که به کدام یک رأی بدید. سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 16 ماه جوزای سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه جون سال 2014 میلادی. من وحید احمدی هستم. کاروان موترهای عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری آماج حمله انتحاری و یک ماین مغناطیسی قرار گرفت. گفته می شود یک انتحار کننده نخست موتر نگهبانان آقای عبدالله را آماج حمله قرار داد و سپس یک ماین مغناطیسی در مسیر این کاروان منفجر گردید. در این حمله به این نامزد ریاست جمهوری آسیب نرسیده است، اما 6 تن به شمول 3 نگهبان آقای عبدالله در این رویداد کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. این نخستین حمله است که یک نامزد ریاست جمهوری را به گونه مستقیم آماج قرار می دهد. این حمله واکنش هایی را هم به همراه داشته است. رئیس جمهور کرزی و اشرف غنی احمدزی یگانه رقیب انتخاباتی آقای عبدالله این حمله را به شدت نکوهش کردند. اما در نخست آزم آرش درباره حمله بر کاروان موترهای آقای عبدالله گزارش می دهد. پیش از چاشت امروز کاروان موترهای عبدالله نامزد ریاست جمهوری در کوته سنگی کابل آماج حمله انتحاری قرار گرفت. این موترهای کاروان عبدالله هستند که در این حمله ویران شدند. لحظات پس از این رویداد نیروهای زیاده به محل می رسند و راه بروی رفت و آمد بسته می شوند. این موتر محافظین عبدالله است که معاونان آقای عبدالله را تعقیب می کردند. این موتر از بین رفته است، ما محافظینش نیز زخمی شدند و در روی جاده افتیدند. ما ندیدم که دهار بود چی بودی که ما در زیر گرد خواب گروه شدیم دیگر. موتر ها میشه دمه کرد، ما استاد بودیم که موتر ها حرکت کنیم، ما حرکت کنیم. یک دفعه گرم کرد، پیشی ما آتش بالا شد. شمار از دکانداران و کسانی که در کنار جاده دست فروشی میکردند در این انفجار زخمی شدند. از این توت و تربوز فروش که شاید خانواده هایشان انتظار داشته باشند تا دست پر به خانه برگردند خبری نیست. تنها کراچی هایشان در کنار جاده ماندند. عبدالله در این رویداد آسیب ندید و پس از دقایق در میان هوادارانش حضور می‌یابد و این عمله را نکوهش می‌کند. 3 نفر از همراهان من، خالد، شهیر، شراغا، کرسیشان از مدت ها با من بودند. اونا به شهادت رسیدن، نرسیش جوان بودن و از هموطنان ما 3 نفر از اهالی منطقه به شهادت رسیدن. آقای عبدالله بهترین واکنش به این حمله ها را رفتن به پای صندوق های رایدهی می داند. در رابطه به توطئه‌ای که امروز صورت گرفت، جواب از این توطئه جواب معقول برشی است رفتن به پای صندوق های رایدهی. ما برنامه های انتخاباتی خود روال عادیش انشاءالله ادامه میدیم. در این جاده تنها نیروهای امنیتی دیده می شوند و به خبرنگاران نیز اجازه نمی دهند که به محل رویداد نزدیک شوند. مقام های امنیتی هم به اینجا آمدند، اما جزئیات این رویداد را با رسانه ها شریک نمی سازند و محل را ترک می کنند. وزارت امور داخله در خبرنامه ای آمار کشته شدگان این رویداد را 6 تن و زخمیان آن را 22 تن میگوید. بیشتر زخمی شدگان این رویداد دست فروشان کنار جاده گفته شدند. ز
ظاهرا نیروهای امنیتی بررسی‌هایشان را تمام کردند و اکنون موترهای ریاست ترافیک آمده است تا موترهای تخریب شده را انتقال دهند. گذشته از موترهای کاروان عبدالله، عبدالله با موترهایی که از اینجا رفت و آمد داشتن نیز آسیب رسیده است. شدت این انفجار شیشه های دکان ها و خانه هایی را که نزدیک محل رویداد بودند شکستانده است. از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا اکنون که یک هفته از پیکارهای انتخاباتی باقی است، چندین بار کاروان عبدالله عبدالله آماج انفجار و حمله ها قرار گرفت. این بار زمانی که عبدالله عبدالله از آرینا کابل به همایش دیگر میرفت، باز هم کاروانش آماج انفجار قرار گرفت و گفته میشه کسایی که زخمی شدند و یا کشته شدند محافظین عبدالله عبدالله بودند. سید آزم آرش، تلو نیوز. حمله بر کاروان موترهای عبدالله عبدالله، واکنش های رئیس جمهور کرزی، اشرف غنی احمدزی یگانه رقیب آقای عبدالله در انتخابات، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و شمار از شهروندان کشور را به همراه داشته است. رئیس جمهور کرزی این حمله را کار دشمنان کشور و کسانی می‌داند که نمی‌خواهند شهروندان افغانستان از راه صلح آمیز رئیس جمهور آینده‌شان را تعیین کنند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. هفت روز به 24 جوزا یا روز برگزاری دور دوم انتخابات مانده است. حمله امروز بر کاروان حامل عبدالله عبدالله نکته ای را روشن می‌سازد که هراس افغانان برای هدف قرار دادن نامزدان ریاست جمهوری برنامه هایی دارند. امنیت که برقرار نباشه، انفجار هم بشه، امتحار هم بشه، بیگنام کشته میشه. ما از دولت افغانستان میخواییم که کسایی که عملی انتحاری را انجام بده اینا را به جزای اعمالش برسانه. دیگه عملی انتحاری یک کار ناجوان مردان است. دغه عمل یا غیر انسانی عمل ده، نو دغه طول مسلمانان دغه عمل گندی، خصوصا خپل زه طول د مشرکی خلق دغه یو انسان وجنه، بیزه یو مسلمان وجنه، داد مسلمانانو کار نده. این حمله که در یکی از بخش‌های پر رفت آمد در غرب کابل رخ داده است، با واکنش‌های تندی روبرو شده است. رئیس جمهور کرزی این حمله را به شدت نکوهش می‌کند و این حمله را به دشمنان مردم افغانستان پیوند می‌دهد. اشرف غنی احمدزی یگانه رقیب انتخاباتی عبدالله عبدالله که برای پیکار انتخاباتی به ولایت کندهار سفر کرده است نیز این حمله را نکوهش می‌کند. شهروندان کشور که خودشان را برای رأی دادن برای بار دوم آماده کردند میگویند که این حملات نشان دهنده آن است که دشمنان افغانستان میخواهند افغانستان را یک بار دیگر به سوی ناامنی و بی‌ثباتی بکشانند. هر سوچ بودیم دست وقت که دست شما عمل و تلاش چی داد افغانستان دکمنان دی داد دی خاور دکمنان دی. هر کاری کوکن انشاءالله که مردم ما مورالش قوی است و به هر رقم که باید میرن زعیم کشور خود انتخاب میکنه. اگر دکتر صاحب عبدالله باشه، دکتر صاحب اشرف غنی بر ما کدوم تفاوت در دوش هموطن ماست. باشندگان کابل نیز میگویند که از این حمله ها آن هم در چند قدمی انتخابات باید جلوگیری شود و نیروهای امنیتی کشور در تامین امنیت دسته های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری بیشتر تلاش کنند. با این همه وحیدالله شهرانی معاون پیشین عبدالقیوم کرزی، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد اکبری، شورای اتفاق و دعوت به رهبری خالد پشتون، شورای آینده سازان افغانستان و شورای صلح و ورزش به رهبری محمد ظاهر اخبر، رئیس پیشین کمیته ملی المپیک، در همایش های جداگانه از عبدالله عبدالله پشتیبانی کردند. در همین حال این نامزد ریاست جمهوری به مردم وعده می‌سپارد که در صورت پیروزی در انتخابات صادقانه خدمت خواهد کرد. صالح سادات گزارش می‌دهد. امروز نیز کابل و شمار از بخش‌های دیگر کشور گواه پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری بودند. این بار وحیدالله شهرانی معاون پیشین عبدالقیوم کرزی با دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله پیوست. شخصی من با مجموعه بزرگی که از اقوام ترک‌تبار افغانستان و دیگر اقوام شریف افغانستان که حیثیت یک عضو خانواده را با هم دارند و برادر ما هستند با این هم کاری میکنیم و سیاست ها و روش های اینا ایمای کامل خود انجام میدیم. در یک همایش دیگر حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد اکبری پشتیبانیش را از آقای عبدالله اعلام کرد. این حزب مسئولانه و بعد از ارزیابی دقیق تسلیم گرفته است که تا با تمام توان
از تیم اصلاحات و همگرایی در رأس جناب محترم دکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری و معاونینشان جناب انجینیر محمد خان و استاد محقق همه جانب حمایت خود را اعلام می‌دارند. در همین حال محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله می گوید که در صورت پیروزی در انتخابات بر گسترش روابط افغانستان با جهان تلاش خواهد کرد. تعهد خود را به اسلام عزیز، اعتدال و برابری، صلح و همزیستی با جهانیان، منطقه و افغانستان و کار به خاطر بهتر شدن زندگی افغانستان اعلام می داریم. آقای عبدالله در این همایش به مردم وعده می دهد که برای بازسازی کشور صادقانه خدمت خواهد کرد. وطن خود آباد کنیم یک جا به دست افغانها و به دست افغانهای متحد، اداره سالم ایجاد کنیم و به مشکلات مردم افغانستان رسیدگی کنیم و تعهد خود در عمل در خدمت صادقانه به مردم افغانستان به اثبات برسانیم. از سوی هم در یک گوشه دیگری از کشور در کندهار شورای اتفاق و دعوت به رهبری خالد پشتون عضو مجلس نمایندگان در یک همایش با دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله یکجا شد. به دنبال این همایش ها شورای آینده سازان افغانستان از این نامزد ریاست جمهوری نیز اعلام حمایت کرد. همه خود در نظام شریک بدانند، یک ممنوعیت نباشه، یک مانعی نباشه که چون خودت به این قوم، به این مذهب، به این لسان، به این گوشه، به این سمت افغانستان متعلق هستی، بنان ایج جای تو نیست. این وطن خانه همه افغان هاست. باز هم در کابل شورای صلح و ورزش به رهبری محمد ظاهر اغبر رئیس پیشین کمیته ملی المپیک در یک همایش از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرد. ما از جناب دکتر عبدالله عبدالله و تیم اصلاحات همگرایی که تیم پیروز هستند بدون قید و شرط حمایت میکنیم. نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری برای به دست آوردن پشتیبانی چهره های با نفوذ و رهبران سیاسی کشور از آخرین تلاش ها کار می گیرند و هر یک از این نامزدان می کوشند تا به شمار هوادارانشان بیفزایند. دیده شود که پیروز میدان انتخابات 24 ماه جوزا کدام نامزد خواهد بود. اشرف غنی احمدزی در ولایت کندهار می گوید انتخابات میدان دشمنی نه، بل میدان رقابت های سالم است. وی برای خانواده های قربانیان رویداد حمله بر کاروان موترهای عبدالله عبدالله صبر و تسلیت می فرستد. همین اکنون آقای غنی در ولایت کندهار سخنرانی دارد. پایدار رسول مانا داده چه دیده خور طول معظم شخصیتونه برتده خوری که به سول از وندوکی انجینیر صاحب حکمتیار نه ملا صاحب بادومر نغوانو چرا سید سول به میز کرا سرکیم مک دیدی بچیو دیدی وطن بچیو اخلاقی جرات لرو چه پایدار سول راز و رولو چه نور دیده افغان مهاجر با کتی که فروت نیی او با خندار بانده دیده فریدونه کی سول سیاسی اجماع والی سول دی طول وطن والو گوخته نده بدخشان تخار پروان ننگرار هغه ولایتونه دی چې له ټولو نه ډېرتر بچې په ملي اردو پولیس کې دي. داسې اونۍ نسته چې تابوتونه لاړ نسي. د افغان ولس د تابوت له لیدلو نه ستړی ده. اما سول مانا دا نه ده چې موږ به بیا صحابي شرکتونه جوړوو او دولت به ویشو د سامي شرکتونو دوران ختم ده.
پا اصول و پا قواعد و بانده با دست یو پیاولای دولت جوله و چه ده دیستر ملت هیل تر سرکی او دارقم یو ستر دولت سرقم جولیگی ده قانون پا حاکمیت بانده قانون حاکمیت لمانه به شروع کیگی او تر پیاده ده دولت برازی هلمند ولی ده قانون حاکمیت غواری زکه هلمند ستره ده لزوره هلمند زابل اروزگان نیمروز طول افغانستان ستره ده لدینه چه هر چوک منده وی او فزور راته وی چه داوکه و داوکه سازمان توسعه ورزش و جوانان افغانستان و شمار از ورزشکاران با راه اندازی رقابت بایسیکل رانی پشتیبانیشان را از عبدالله عبدالله اعلام کردند. آقای عبدالله که در هنگام برگزاری این رقابت حضور داشت، بهبود ورزش را یکی از برنامه هایش می داند. در این رقابت که صبح روز جمعه از قصر دارالامان تا ورزشگاه غازی کابل راه اندازی شد، دهاتن از ورزشکاران بایسیکل ران حضور داشتند. آغاز صبح با پیکارهای انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی، اما این بار با شیوه نوین در قالب یک رقابت ورزش بایسکل رانی. در این رقابت بایسکل رانی، پیر، جوان و نوجوان با هر نوع بایسکلی که در اختیار داشتند، با هدف پشتیبانی از عبدالله عبدالله حضور یافتند. آقای عبدالله عبدالله رشد ورزش را در سالهای اخیر چشمگیر می‌داند و می‌گوید که پس از پیروزی یکی از اهدافش، بهبود ورزش در کشور خواهد بود. توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی را که ورزشکارای ما دارن چی ورزش‌های تیمی است چی ورزش‌های انفرادی است این را در نظر بگیریم زمینه تقویه ورزش بسیار زیاد وجود داره در سر کشور و ورزش ما تنها باعث یک مسئله تفریحی به اون نگاه نمی‌کنیم بلکه بر سلامت وطن به سلامت مردم به سلامت جسمی و معنوی افراد و شهروندای کشور به این ترتیب به اون نگاه می‌کنیم در همین حال آقای عبدالله عبدالله خواستار زنده ساختن ورزش‌های سنتی و ملی در کشور شد. ورزش‌های عنعنوی بسیار مهم است که احیا شود، تشویق شود. چیزایی است که ورزش‌هایی است که مخصوص افغانستان است و افغانستان به اون نام در گذشته شناخته شده بوده. اینا هم تقویش و تشویقش مهم است. رئیس سازمان توسعه ورزش هدف از برگزاری رقابت بایسکل رانی را پشتیبانی از عبدالله عبدالله میگوید ما به منظور پایه‌گذاری یک دولت جوان، کارا و توانا این بار خواستیم حمایت خود با یک ابتکار جدید با یک همایش و مسابقات بایسکل رانی از تیم اصلاحات و همگرایی و دکتر شب عبدالله عبدالله اعلام بکنیم البته ما به نمایندگی از یک کتله بزرگ نسل جوان و قشر پاک جامعه که ورزشکارا است این حمایت خود از دکتر شب اعلام کردیم این رقابت به فاصله 10 کیلومتر در دو بخش بایسکل های فنی و غیر فنی برگزار شد و در پایان به نفرات برتر جوایز نقدی داده شد. ادامه خبرها. اشرف غنی احمدزاده نامزد ریاست جمهوری با معرفی برنامه های اقتصادی دراز مدت و کوتاه مدتش میگوید که در صورت برنده شدن شبکه حلقه‌ای راه آهن را در کشور ایجاد خواهد کرد. آقای احمدزاده میافزاید که رشد کشاورزی، صنعت، معادن، ترانزیت و ترانسپورت هوایی و زمینی از منابع بزرگ عایداتی در کشورند که باید به کار انداخته شوند و اینها در اولویت برنامه اقتصادی وی جا دارند. از روی هم شماره از سرمایه گذاران و وعده های این نامزد ریاست جمهوری خوشبین هستند اما بگویند که شماره از برنامه های وی با توجه به کمبود امکانات مالی در کشور در کوتاه مدت عملی نخواهند بود. زبیح الله جهانمل گزارش می دهد. اشرف غنی احمدزاده نامزد ریاست جمهوری در معرفی برنامه اقتصادیش این بار از بخش هایی که با سرمایه گذاری اندک و سهم شهروندان رشد سریع اقتصادی را با وجود آورده میتواند در اولویت برنامه هایش سخن میگوید. رشد کشاورزی و دامداری با ایجاد سهولت های قرضه به کشاورزان و دامداران، جذب سرمایه گذاری های خصوصی برای تولید برق، اولویت به مصرف تولیدات داخلی در کشور، حمایت از سرمایه گذاران و حفاظت سرمایه های آنان، ایجاد بندرها در ولایت های مرزی، رشد صنایع و حمایت های فنی و مالی از صنعتکاران و شفافیت در قراردادهای معادن،
مشمول بیش از 30 برنامه اقتصادی اشرف غنی احمدزاده است که معرفی شدند. تمام وزارت های سکتوری تخصصی خواهد بود و به اساس تعهد ملی اداره خواهد شد. انرژی افغانستان گروگان سلیقه ها نخواهد ساختیم. دست همکاری با سکتور خصوصی داریم. هر پروژه را که سکتور خصوصی حاضر است از 1 تا 10 هزار مگاوات انجام بده ما شرایط برشان برابر. در مدت سالم صورت بگیره افغانستان کشوری است که برای جلب سرمایه گذاری بسیار کشور غنی است و ما میتونیم با یک مدیریت سالم با اندکترین سرمایه گذاری وضعیت بهبود اقتصادی کشور خود را به زودترین فرصت به حالت بسیار خوب برسانیم. در همین حال ایجاد شبکه حلقه رای آهن در کشور، مهار کردن تمام آبهای افغانستان و ساخت بندهای بزرگ آبگردان و ایجاد مراکز بازرگانی بزرگ در ولایت های مرزی از بخش های دیگر برنامه های اقتصادی اشرف غنی احمدزاده که به گفته شما از آگاهان این برنامه ها با توجه به مشکلات مالی کنونی و در زمان کم عملی بودن نمیتوانند. در قدم اول در 5 سال آینده هر یک از شهرهای عمده افغانستان از رای خط آهن با سرحدات ما بسته خواهد شد. در قدم دوم شارای القوی خط آهن باید تکمیل شد. بدون خط آهن ما شما صادرات و واردات خود را به صورت اساسی انسجام دادند. وعده های بسیار کلام داده نشد. افغانستان در یک موقعیت اقتصادی بسیار خراب قرار داره و مردم بسیار بی‌باور شدن و در این زمان توقعات مردم هم بسیار بلند است. وعده هایی که غیر قابل عملی باشه او را حال برای جذب آرا به دست دادن. این در حال است که شماره از شهروندان کشور از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند تا برای گرفتن رأی مردم برنامه های واقعیشان را برای رشد اقتصاد معرفی کنند. و امروز از 70مین سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم در شهر نورماندی فرانسه گرامی داشت شد. در این مراسم که شماره از رهبران جهان به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حضور دارند، ایستادگی و فداکاری نیروهای متفقین را در برابر آلمان نازی ستودنی می‌دانند. شمار از رهبران جهان به شمول رئیسان جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه به روز جمعه در شهر نورماندی فرانسه گرد هم آمدند تا از 70مین سال روز آغاز نبرد نیروهای متفقین در برابر آلمان نازی یادبود کنند. رئیس جمهور فرانسه می گوید که ملت فرانسه هیچگاه فداکاری های نیروهای متفقین را به خاطر آزادی این کشور از اشغال آلمان نازی فراموش نخواهد کرد. فرانسوا اولاند مبارزه نیروهای متفقین را در برابر آلمان نازی بر رهبری هتلر در جنگ جهانی دوم ستودنی می داند. بیش از 20,000 آمریکایی اینجا در نورماندی جانهایشان را به خاطر آزادسازی فرانسه از دست دادند. من نباید یکی از آنان را فراموش کنم، زیرا آنان آزادگان ما بودند. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز مبارزه نیروهای متفقین را در برابر آلمان نازی ستایش می کند و می گوید که فداکاری های آنان برای ابقای آزادی فراموش ناشدنی هستند، زیرا فداکاری های آنان جهان را تغییر داد. ما اینجا فقط پیروزی را گرامی داشت نمی کنیم. ما اینجا آمده ایم تا یادبود کنیم که چرا آمریکاییان و دیگر متحدان ما به خاطر ابقای آزادی چنین فداکاری هایی را انجام دادند. نیروهای متفقین به شمول سربازان آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی که شمار آنان به بیش از 150,000 تن می رسید، به روز ششم ماه جون سال 1944 میلادی بر سواحل شمال فرانسه در نورماندی یورش بردند و سرانجام توانستند نیروهای ارتش آلمان نازی را از فرانسه و غرب اروپا بیرون کنند. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.